پیش بینی می شود صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به چین در ماه جاری اوت به بالاترین سطح خود افزایش یابد اما کارشناسان هشدار می دن شاید این افزایش برای پیشبرد برنامه اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که امروز رسما دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد کافی نباشد بهای نفت و تقریبا به نیمی از بهای خود در سال 2015 رسیده است و به غیر از قراردادی که در ماه ژوئیه بین شرکت نفت ایران و کنسرسیومی امضا شد که در رأس آن توتال فرانسوی سرمایه‌گذاران خارجی هنوز نگران ریسک‌های مالی و سیاسی در معامله با جمهوری اسلامی ایران هستند. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش گابریل بربتی خبرنگار صدای آمریکا. بر اساس اطلاعات منتشر توسط بریتیش پترولیوم، ایران روی 18 درصد از ذخایر ثابت گاز طبیعی در جهان نشسته و ذخایر نفتیش در مقام چهارم در جهان است. این ذخایر طبیعی مرتوجه قریب سی شرکتی است که برای تولید مشترک به ایران دعوت شدهاند. با این حال برخی از این شرکتها به قراردادهای احتمالی مشترک به دیده ی تردید می ما همه چیز را درباره قراردادها نمیدانیم برای ما جوانبی که جزئیات درگیر شدن در ایران را مشخص می کند روشن نیست آنچه مشخص است این است که این نوع قراردادها 20 ساله هستند دوره ای که در جریان آن بازگشت سرمایه و سود سرمایه گذاری ممکن شود با این حال برای شرکت های انرژی این قراردادها در مقایسه با قراردادهای سنتی که معمولا در این صنعت بسته می شود جذابیت کمتری دارد مضافاً واگذاری منابع نفت و گاز به شرکت های خارجی هنوز مورد اختلاف سیاسی بین جناهای های و محافظ کار در ایران است بیشتر جنبه ملی دارد همچنین با بخشهایی از سپاه پاسداران که مدیریت این امور را در دست دارند در تضاد است آنها خواهان چنین قراردادهایی نیستند فکر میکنم خودشان میتوانند از عهده این پروژه ها برایند به نظر من واقعیت این است که فناوری پیشرفته برای مدیریت در این حوزه را ندارند They need to, to مونرو میگوید مشکل این است که شرکت های چینی و روسی هنوز تکنولوژی را ندارند که شرکت های اروپایی و آمریکایی دارند اما این شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران به دلیل تحریم های آمریکا و مخالفت پرزیدنت ترامپ با توافق هسته سال 2015 خود را با محدودیت هایی روبرو می بینند. به نظر من او به سراحت گفته است میخواهد پس از بررسی در 90 روز آینده که اکتبر تمام می شود توافق را پاره کند برای شرکتها فاجعه خواهد بود بسیار دشوار است در میان میلیونها ها جزئیات و مقررات مالی بگردی که تحریم را نقض نکنی که تحریم های ثانوی غیر اتمی هستند و آمریکا هنوز آنها را اعمال می کند مسلما تحریم های جاری نه تنها شرکتها و شهروندان آمریکایی از دخالت مستقیم در بخش های نفت و گاز در ایران را منع می کند بلکه مؤسسات مالی را هم که از منابع مالی آمریکا استفاده می کنند شامل می شود مانع اصلی دیگر برای سرمایه گذاری در ایران سیستم مالی ناسالمی است که به گفته یه صندوق بین پول به اصلاح اساسی نیاز دارد به ویژه در بخش بانک های دولتی